Hey guys, how you doing? Let's talk to you again. Give me a video. خیلی خوش اومدی دوباره 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 آی دوباره دوباره آی دوباره اینجا اون مگه سرده چیز پشه سرده اوپ شده برمز شده آقا دوباره اومدی اینو به به با چه چالشه خفنی اوی آشم چی داریم امشم قراره بچه ها برامون سه تا داستان تعریف بکنن که دو تاش حقیقت بده یکیش دیگه او تو تروف وان لایو با فالوئر ها همین الان باختی حالا میبینم تو هم که گوش ندادی هیچ کدومو نه اوکی همین الان ویدیو رو لایک کنید کامنت بذارید نظراتتون رو حتما تو کامنت ها بنویسید بنویسید که چه چالنجی دوست دارید من و فرشاد با هم دیگه اینجا بگیریم تا هستیم داخل دبی و همین الان ایپمن اگه همین الان به ویدیو فرشاد رو لایک بکنید و اونم نگاه کنید یک عدد خمیر دندون واسه بهتره کنید دیگه ساب و بمالید فالو کنید اینستا نمیدونم توییتر رو فالو کنید ایداتون هم بپاشید پایین همینجا آره بعد نپاشید فقط اوکی بپاشید خب برو بریم اوکی آقا مجازات که نداره دیگه نه یکی نداره علی ویدیوهای من داره یکی نداریم اولین وایس بریم اولین وایس خیلی راحته داره اول که سلام سلام بریم شروع کنیم من تجربه خیلی نزدیک به مرگو داشتم این اولیشون جهانی برای خوانندگی رو قبول شدم جدیدن احساس میکنم که تغییر گرایش دادم کدومش دروغه؟ اولیش این که من یه چیشه تجربه نزدیک به مرگ نزدیک به مرگ یه تست خوانندگی جهانی قبولم شده یکی هم که داره تغییر میده داستانش باتری باتری میکنی جلوی دورش بگرم خب من میگم آخری اشتباه من میگم آخری اشتباه تو هم یه آخری اشتباه بعد غلطی بود فرق نداره که من میگم بگی برو گم شو شروع کرد بریم خب دوتای اولی درست بود سومی غلط اوکی داداشم درست تو همه رو گوش دادی ولی داداشم متخصص روابط چاکی اونو میشه بذاری پایین آره داداش یعنی معلم ها میمون میکنی خب سلام عنوان سلامتون خوب باشه آقا من بچه که بودم با مامانم میرم هیئت بعد هیئت که تموم میشه میرم وسط هیئت شروع میکنم به عربی خوندن و رقصیدن اوه بهت میاد به صدا یه تایمی هم جوجه رو با مخلفاتش یعنی جوجه تمدار شدم خام با مخلفاتش خام میخوردم بعد آخرش هم که تو بچگیم سوار این سه چرخه ها بودم بعد حین حرکت سه چرخه شکست و من افتادم و تا یه ماه از کمر به پایین رو نمیتونستم تکون بدم فلج شد؟ یه ماه کمر به پایین عربی تو هیئت رقصیده مرغ خام خامم دوست داره خورده خورده ببین اول دومی خیلی منطقیه سومی منطقی نیست برام بیفتی از سه چرخه کمر رو پایین تا یک ماه حس نکنی احتمال داره خب دیگه از مورد کمرت ضرر بده بعد منطقیه مرغ خام بخوری کامل خیلی دوست دارم بچه ها جدی؟ اینقدر بچه ها میخورن که نگو یکی اصلا جزء چیزاشون بود بعد یعنی تو هیئت رفت عربی خونده رقصیده منطقیه بچه هست ها بچه کوچیک بوده بچه بوده رفت این کار کرد اصلا این میگم منطقیه دیدین رو برداشم نه علی صدا نمیدم یه قول دارم همینجوری فقط دستم قول دارم یه جوری بگم فروش آره حواسم هست تو میگی کدوم؟ آخری آخه فلج شدی تا یک منم میگم آخری چرا غلط میکنی تو؟ تو چرا گفتی این همه مال من؟ داری با من میکنی؟ تو هم این مال من گفتی خدایا از بین این سه تا اولی و آخری حقیقت بود واقعا مرغ خامه رو نخورده دیگه بیاد منم گیچ کردی آقا بقیه خوردن انگار مثلا چیزه همه میخورن آجیله آقا تو کامنت ها بنویسید که شما کی میخوره مرغ خامه مرینیت شده اونم پیاز زده زردچوبه زده از بچه ها گلتی پلژرشون اصلا این بود که نمیخوام مرغ خام و مزه‌دار شده رو مرینیت شده رو خام خام بخورن خیلی ها میخوردن ولی یعنی واقعا از کمر به پایین تا یک ماه فلج بودی؟ آره دیگه نمیتون از درد نمیتونست تکون بخوره بیشاره ریدیم 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 ایشالله ادامه دار نشه بعد بفهم تو خواهش میکنم همین به در بازه بیا تو یه تو تا چاله شرکت کن
چرسی خب داداش گلت داداش گلم خب چرسی وایس داده آره فقط اولیاشو تکست نوشته جواب آخرشو با وایس گفته به من گفته من تو بانک کار میکنم من تو بانک کار میکردم میکردم من گمران همون بندر عباس زندگی میکنم و من 18 تا موزیک ویدیو ساختم که آخری من میگم غلطه همه موزیک ویدیوهاشو نگاه کردم حتی گفته ساختم شما برای کسی موزیک ویدیو ساختم من میگم گمران میدونم بچه بندر عباسه ولی کوکا میگوریم ولی زندگی میکنم دیگه نیست بکنم یعنی دیگه الان فکر کنم تهران باشه نه من فکر کنم همچنان من رو باشه ولی من میگم آخر 18 تا من میگم دومی من میگم دومی اوکی و من الان گمرون زندگی نمیکنم شو جوزی شدم داداشم چرسی ستون گنگ داداشم رو من میشناسم خوبی؟ 18 تا موزیک ویدیو ساخته بود سایلنت فیت چرسی به زودی الهی دوره کارگردانی سوگنگ آخه 18 تا من اومدم مسیر رو پیاده واسه همینم هم نفسم زیاد خوبی خوشحالم برو بریم یک هیچ خاک بر سر خب دیگه مگه چی ویدیو من گم شد چی کوچه ویدیو من گم خیلی خوب ولی برای به خودش ذات ولی نساخته آقا شاید ساخته خودش توش نه خودش مثلا تو هفتاش بوده این هم هست آره دیگه ساخته من همه رو دیدم آخه برو بریم سلام علیرضا سلام فرشاد خب سه تا موردی که خواستم بگم اولیش این که من بچگی مالات داگستانی میخوابیدم دومی مورد این که من خودم تجسم سب کن اولی خودش حضبش سرنزه کافی سخت و دوباره من خودم رو تصور کردم داگستان چجوری میخوابم کاری نداره من میخوام حالتش رو نمیخوام چجوری انداختم تو استوری رو تحقید من تا حالا داگستان تا حالا خودم نبودم نمیدونم چجوری منظورت چیه تا حالا خودم نبودم منظورت من نمیدونم ولی دیدی از نزدیک چجوری من اونجور میخوابیدی؟ میخوابیدی دیگه هستم بگم اولیش این که من بچه که مالات داگستانی میخوابیدم دوباره مورد این که من توی بچه که دستم سه بار شکسته و سومین مورد این که از بچگیم تا همین الان من گیاهخوارم بجده سومی دروغه دنبالشه یه وایس دیگه هست که همینجا بپاز میکرد آخری اشتباس بگنه ویژیتریان نیست ولی داگستان میخوابی آره میخوابی چرا کاغذ حروم میکنی؟ بله که ما ببینیم جواب چی بود؟ من میگم ویژیتریان نیست من هم خب همین من قبل تو گفتم خیلی باوشی تو من اصلا یادداشت میکردم دو تا شقیقته و دروغی که گفتم میتونی هنوزم عوض کنی؟ نمیخوام نه سه جای دستش نشکسته تو نمیتونی عوض کنی تو هم آره اوکی تو میگی سه جای دست ویژیتریان نه دومه که دستم سه بار شکست خاکی سر من کن بیو برو قبول کن تو که رفتی ریدی برو. این سری ریدیم نداریم هی ریدی رو من بدویم ریدی چرسی و ریدی اینم ریدی این که گفت دستش شکسته تو خب عوض نکردی همون بگم موندی تو خودت هم باختی باختی و همون ریدی نه تو دابل ریدی یعنی تو داشت شانس اینو داشت که ببری یه هفته آره خدایی آره اوکی یخ بریم بعدی تو کام ریدین تو کامنت تو کامنت ریدین برو بریم وقتی مدرسه میرفتم روزایی که حوصله سر برگام چه صدایی اکسپ میکنم خانه فاطمه وقتی مدرسه میرفتم روزایی این چه دوبلاری چیزی بابا خدایی خوبه صداش وقتی مدرسه میرفتم روزایی که حوصله سر کلاس رفتن نداشتم خودم از طرف بابام به مدرسه زنگ میزدم میگفتم بچه‌م حالش خوب نیست نمیتونم یا مثلا وقتی تو موهای درم سیخ شده اصلا ایوه یه جای دیگه هم خب اولیش پس این بود که موقعی که نمیخواست بر منزه زنگ جای باباش زنگ زد با این صدا یه مشخص یا پدر بزرگت هم میتونی یا مثلا وقتی تو مدرسه دعوامی کردن زد طرف بابام زنگ میزدم میتوپیدم بهشون که وزی رفتا با بچم سناریوی قشنگی داری آره خب بعدیش هم این که 4 سال پیش من 16 سالم بود و آخریش هم این که من زن و بچه دارم
اون که 4 تا گفت. نه اون که دعوا و اون که نمیرفت مدرسه یه دونه بود. یعنی کلا میگه جای باب خودم و جای بابام جا میزدم. 1 2 میتونست 4 سال پیش 16 سالم بوده. یعنی 20 سالش الان. آره 3 الان زن و بچه داره. حاجی زن و بچه نداری. غلط نکن دیگه. عکسش رو ببینم گوشیش هم تو چشش گرده پیدا نیست. من رضا داشی برم. بیا با هم فیت بگیم. ممر رضا 4 سال پیش 16 سالش نبوده. من میگم زن و بچه نداره. من میگم 4 سال پیش 16 سالش نداره. یعنی 20 سالش الان خیلی نیست. آره من میگم بس. گزینه یه دروغ چی میتونه باشه؟ خب من زن و بچه ندارم. خیلی آشغالی. برو آه میگی نگاه کردی اصلا. دیدی تو اینا رو من اصلا قبول ندارم. معلومه جاش کنم ممر رضا اینا رو از قبل گوش دادی. من اصلا دیگه باز یک یک تازه تازه یک یک تازه داره شروع میشه. تازه داره شروع میشه. برو ببین. برو ببین. میخوام بذارم این سری شلوار رو از زیر برج خلیفه بکشم. ایول. مجازات هم نداریم ولی یک من یه بار گل کشیدم و خیلی حالم بد شد. خب این که راست. دو وقتی بچه بودم از یه ارتفاع سه بچه پریدم پایین و هیچیم نشد. سه اولین دوستم با یه دختر. اول من میگم گزینه دو دروغه. گزینه دو دروغه که از ارتفاع 3 متری افتاده. اولین دوستش دختر بوده گلم کشیده. خیلی آشغالی اگه بدونی. امینو میکنم تو گوشه. منطقیه آخه گل کشیدنش. منم خیلی اینجا تو شبا میشم نقاشی گل میکشم. اهم از خده بعد حالت بد میشه. اریدن یکی کشید مثلا آخر خط رو میشه. حالا من نقاشی خودم برم کار برم میگم سمتی دروغه. آقا میتونی صبر کنی اول من بگم. اگه اینقدر ناراحتی میتونی صبر کنی. باش اولین غلط من تا حالا هیچ وقت گل نکشید. ریدیم باز ریدیم همش داریم میرینیم. ای وای گل نکشی تو الان. آره تو با 3 متری افتاده دخترم بوس کرده. خوبی؟ خیلی دورت میگیرم علی. برو بعدی. خخ. ای بابا. ناراحت شدی؟ دختر رو بوسیدم. نه. ناراحت شدم که گل نشه. سلام سوگنگ امیدوارم که حالت عالی باشه. قربونه. من با سه تا پسر که با هم رفیقن همزمان تیک میزدم. چی شد؟ سه تا پسر که رفیقن همزمان تیک میزده. لاشکی. من با سه تا پسر که با هم رفیقن همزمان تیک میزدم. من یه بار از این مادو فروشی مادو کش رفتم. من گوجه رو با شیر میخورم. کوشر باشی. من میگم دزدی کرده. دزدی دروغه. دروغه. ولی با سه تا پسر میگی تیک زده. آره. سه تا پسر که با هم رفیقن. آره. با سه تاشون. آره. نه دیگه حالا دیگه من نمیدونم بعدش چی شد ولی تیکو زده. تایید داره که میکنه. منم میگم مانتو دروغه. من از مانتو فروشی مانتو کش نرفتم. ولی همچنان تو یه لاشی ببخش. دور از جونه دارم. شوخی میکنم. بچه بودی دیگه. کوچیک بودی و جوان بودی و جا داغ بودی. کلت منظورم. بهش نمیخوره بچه باشه. ببینم بچه بوده این کارو کرده. چرا دیگه بچه است؟ ببین هنوز تو کار کسافت. خب دیگه ببین تو یکی اون رفیقایی. حالا ببین اون دو تا یکی بود. شباهت داری یارو به من. پشمام پشمام کیه این؟ شهید شد. یکی ها بچه ها برای فرستده. چقدر خوبه. ایوان کپ به همین. خب سلام خوبین حالتون خوبه؟ مرسی چایی آقا گفت سلام خوبین. همه که بخوام بگم اینکه من 4-5 سالم بود رفته بودم سوار هواپیما شده بودم. نمیدونم چی کار کردم چطوری شد ولی با خودم جلق نجاتی رو که اکیدم ممنوع دست دادم بهش رو با خودم آورده بودم. منم دزدیدم یه چطوری؟ من یه کاپشن آه خیلی حال داد. یعنی چی حال میداد؟ آقا میرم جلیقه رو چجوری برمیداشت؟ بابا جلیقه زیر صندلی بود. بعد مثلا یه کاپشن چیزی دستم بود. خب میذاشتم واسم کاپشن رو میداختم روش پیاده میشدم. به خدا یکی دو بار این کارو کردیم. بعد باش میرفتیم تو دریا بندرواز شنا میکردیم رو آب میموندیم. خیلی حال داد. بعد خیلی بابا چراغش هم واقعا وقتی میافتی تو آب روشن میشه. یه چراغ داره روش که میری تو آب روشن میشه. خیلی باحال. وای جوری فوتوشن میکردی؟ خیلی حال میداد. اینو کرده حتما.
یعنی این بچه بود، این کار نکرده. خب من هم کوچیک بودم. اینکه بخوام بگم اینه که برای مسابقات کشوری داشتیم آماده می شدیم و من طی این تمرینایی که داشتیم چه مسابقاتی؟ از سه نقطه مختلف شکوندم رزمی کارخته. خب شاید دستش آن گفت انگوش انگوشت طرف ها از سه نقطه هر بندی شکوند. آخی واسه بگم چیزی که بخوام بگم اینه که دختر خالم یه عروسک داشت، خیلی دوستش داشت. بعد اونو زدی گرفتم باش بازی کنم، کندیش، نمیدونم چی شد، تیکه تیکه هم دستش و هم سرش رو کندم. بعد نمیدونستم کجا قایم. اینم کردی؟ آره کردم لای این دوشکای مبلا هرچند پوستش کردم و خیلی بد بود اصلا کلا. بچه بودی؟ خب میگی دروغه کدومه؟ من میگم انگشت همرزمشو یه انگشت دیگه سجاشو نمیتونی بشکنی بابا. الا با نیت از هر بندی شکونده، یعنی گرفته اینجوری تق 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 بروسلی بوده واسه خودش ها. من میگم ممکنه جلیقه ندوزیده باشه. من میگم انگشتر نش کنی چون تو اون تجربه شده چی میگم شاید انجام داده دیگه. ولی تو با علم بر این میرفتی میدوزیدی این دیگه نمیدونم چی شده. شاید هم یه داستانی مثل تو شنیده داره اینجا تعریف میکنه هم. شاید ولی اوکی من میگم احتمال احتمال داره که دوزیده باشه. من همون از سناهیه نشکونده انگشتر. من هم میگم سناهیه نشکونده انگشتر. کدوم درست بود کدوم غلط؟ دو تای اولی درست بودن. من واقعا جلیقه نجات رو با خودم مبرده بودم، هنوزم نمیدونم چطور اتفاق افتاد. و برای چیز هم انگشت دوستم هم واقعا شکسته شد حین تمرین بود. جفتمون ریدیم دوباره با دو تا گزینه مختلف، یعنی سومی اشتباه بوده. انگشتر دختر خالش رو نکنده. خب چه مسخره ای، خیلی سخت و چیز. آره خوب ولی خوب بود. ولی خدای خوب بود. اینو دونسته اشتباه میگفتیم. آره خوب 100%. ولی چه جوری؟ الان به خدا ایرلاینر فردا یه سکیوریتی میذارن دم در. بابا ویدیو. چقدر مگه چی بود یه جلیقه؟ خب نه مگه چیز نداره که بکشی خودش رو باد میشد. ببین یه دونه داره، یه دونه هم داره که با این فوتیا باد میشه. جمع شده اینقدر کوچولو. اگه ارزش نداشت به همه میدادم میگفتم ببر خونه واسه خودت. آقا حالا مثلا طرف بچه است خود بلند کنه بره یه شنایی بزنه تو دریا، همون باعث شد جون من نجات پیدا کنه تو دریا. فکر کنم ایرلاینر الان بیاد همین الان ازت شکایت کنه خاطر همون. نمیدونم کدوم ایرلاین بوده. هی سوگنگ سلام. خب گزینه اول من با فنون بوکس دست یکی از کارکنهای دانشگاه. ای بابا چه فالوورات وحشی. همه دختره دیگه. 91 دیدی پست مثلا پست بعدی من یکی از دوستامو کشتم تو چه باغچه خاک کردم. بازم دختره نمیدونم. آره دسته همکاراشو شکسته حتما گو خورده. من با فنون بوکس دست یکی از کارکنهای دانشگاهمون رو شکستم. چجوری با فن بوکس یکی دست شکنم؟ دو من یه بار تو توی پاساژ دیدم. من یه بار تو رو توی پاساژ دیدم. آره من اینکه من با استاد دانشگاهم ریل زدم. من میگم با استاد دانشگاه ریل نزدم. بوکس رو هستم چون بچه های ما بیشترشون رزم کارم. بچه های ما منظور چی بود؟ یعنی اون 91 درصدی که من خاله دارم الی دورشون بگیرم. یعنی اون به اون 9 تا پسر 9 درصد پسر اهمیت نمیدی پس؟ چرا؟ خب اونا چی کارن؟ خب. اصلا میدونی؟ اصلا میدونی اونا گیمرن. اطلاعی از اونا داری؟ من داخل پاساژ بازی 3 رو نمیتونی بگی. حکمه رو تو پاساژ ندیده تا الان. تو پاساژ ندیده؟ من خیلی ها میبینم. کدوم درسته کدوم غلطه؟ اگه بود قبلش حتما گفته بوده. خب فکرت کردی؟ گزینه 1 هنوز جا داری یا؟ برو گام شو. درسته؟ این شکونده. دو دروغه من تو رو تا حالا ندیدم و گزینه خیلی آشغالی. قربونت برم من دوست دارم. خیلی آشغالی. برو گام شو قبول نیست. یکی تازه جلو افتاد. یک بودیم. برو گام شو. یک مرسی هم درسته. سکول همه اینا رو رفته گوش داده. فرشاد متقلب. سوگنگ تقلب کار تو کامنت ها یادتون نره. سوگنگ خفه شو. سلام سوگنگ، امیدوارم حالت خوب باشه. من 19 سالمه و الان از رلم بارجان. اون ویدیو دونیت یادت نیست؟ به خدا داشتم بهش فکر کردم. واسه همین اوغلیش رو سرش دارم به دیگه. سلام و الان از رلم بارجان و نمیدونم چی چی؟ من 19 سالمه و الان از
رلم بار دارم و نمیدونم با چجوری بهش بگم. دوم این که بچه طلاقم و سوم این که پدر مادرم تازگی از دست دادم. یا خدا هر ستاش تلخه، هر چیز بود اووردی گذاشتی وسط، هر ستاش تلخه و دوتاش هم درسته حامله هست و دوتاش درسته این ستا. آره یه دسترگی از روز پسرش حامله هست، پدر مادر از هم جدا شدن، پدر مادر تو دست دادی. من میگم پدر مادر تو دست ندادی چون دارک بود و تو رو خدا یعنی شوخی هم نکنه. آره ببین این که باردار و نمیتونه چجوری به خانوادش بگه و از اون برم جدا شدن، اگه یکی از اگه خدایی نکرده پدر مادرش از دست داده باشه، پس دوتا اولی دروغ جفتش. نه دیگه پس دوتا پس پدر مادرش از دست نداده، شاید جدا شدن پدر مادرش از هم دیگه، بعدش هم اونا هم دوست دوستون هم فوت کردن. خب باشه اولی میگه حامله شدم نمیدونم چطوری به خانوادم بگم، شاید هنوز برادری پدر بزرگی مادر بزرگی. من میگم از دست ند، امیدوارم که آخری باشه. من میگم از دست ندید، یعنی آره امیدوارم که آخری باشه که گوش ندیم. اونی که دروغ بوده اینه که بچه طلاقه. آه شیه، یعنی پدر مادرش از دست بده و از ریلش هم بار داره. 17 سالش هم هست. خیلی بد بودی. آره سریع اسکیپ کن برو بعدی. سلام علی رضا. سلام فرشاد. خیلی صدات قشنگه. کی؟ بیمی که بده. آه تو کرم من گفتم، اون گفته من نگفتم. خیلی خوب به تو هم سلام کرد. اوه دهی سلام کن. سلام کرد. سلام فرشاد. سلام ولی من صدام قشنگه میدونم. باشه آره. من سه تا زبان رو بلدم، یه صحبت میکنم. سه تا زبان؟ یه زبان متوجه میشم. خب یعنی میخونم، یه زبان فقط متوجه میشم. باشه، کشتیمون. من 20 سالم و تا بال 6 تا شغل داشتم. خب منطقیه. این که من تا بال سفر خارجی نرفتم. خب من خیلی زایست. خیلی زایست. بگم چرا زایست؟ چرا؟ آخری غلطه. تا به سفر خارج نرفته. 100 تا زبان بلدی، برای عمه من بلدی پس فقط اون 100 تا زبانو. 6 تا شغل من میگم عوض نمیکنه. تو دلت بخواد یه جا میری سر کار یه ما بعد یارو عوضی در میاد میبینی تلفن ایران. ولی من میگم چیزه، من میگم آخری غلط. ریسک کن، بازی مساوی کن، یا که لخش رو زیر برج خرید. من میگم 6 تا شغل عوض نکنه. دومی من میگم آخری غلط. خب سومیش دروغه. من تا حال به کشور فرانسه، هلند. من قبول ندارم. ویدیو رو پاشو قطعش کن. فرشاد پاشو قطعش کن. فرشاد متقلب بهونه بیار دب بکن. همه اینا رو گوش داری. فرشاد دب بکن. قبول نیست. فرشاد دب بکن. همه اینا رو گوش داده. من اصلا قبول ندارم. چیکار اون یه دبه برای درست کرده بود مهم. دبه اون خوب بود. باشه معلوم بود. بابا این همه زبان پا برشی بلدی ها؟ خب درسشو خونده دیگه. دوست داره آنلاین فرانسه و آلمان هم زندگی آره. میکنه. از تو چنل های من زبان های مختلف رو آموزش. او مای گاش. چنل های من. برو بریم. سلام سوگنگ و فرشاد، امیدوارم همیشه موفق باشین. برای ویدیو دوتا حقیقت و یه دروغ دارم میسنم. خب اولیش، من تونستم تو سن 5 سالگی سوار ماشین بشم. 5 سالگی؟ بله. وقتی بچه بودم بنزین ریخته رو چشم. What the fuck؟ آخریم وقتی کلاس 5 بودم از مدرسه یک بار اخراج شدم و مجبور شدم دوباره اون سال رو بخونم. 5 سالگی سوار ماشین شده، چش تو چش بچگی بنزین تو چشمش بنزین ریخته، آمد اصلا اخراج شده تا یه بار. سر چی اخراج شدی کاش میگفتی؟ من میدونم توی 5 سالگی سوار ماشین احتمالش هم هست. ما بچه دیدیم از 4 سالگی الکل میخورد. نه بابا حالا نمیخوام بگم که یکیش بچه، ولی 4 سالگی گفت مرگی بخوری شیر نمیخورد مگه الکل مثلا شیر خشک 5% تو برگ به خدا. خب واسه همین 5 سالگی سوار ماشین شدنش هم منطقیه برام، ولی تو چشت بنزین ریخته باشه برام منطقی نیست. یکی از بچه‌ها البته اسید ریخته رو صورتش، اینم منطقیه. اون چه زندگی دارکی داریم ما الان؟ آره ولی خونه می‌سازی چیکار می‌کنی؟ اخراج شده. خونه
اخراج شده یعنی احتمال داره. آخه اخراج شدنم داخل مدرسه به این راحتی ها نیست. یعنی تو مدرسه نمیتونی اخراج شی. خیلی پروسه. من میگم همون آخری اخراج نشده. منم میگم اخراج نشده. منم میگم اخراج نشده. و دروغم نمیخوای عوض کنی؟ نه نمیخوام عوض کنی. مساوی میشیم. در سوخت پلی کن. از مدرسه تا حالا اخراج نشدم. ببینی تو اینا رو گوش دادی الان گوش ندادم و درست میگم. عجب آدمی. تبریک میگم بهت برادرم. نوکرم. باختو بهت تبریک. برو گم شو. من زمین خودش تو زمین خودش باخت. دیگه زمین تو و ویدیوی تو با همه، نه زمین من نه ویدیوی من. اینجا شهر شماست. شهر من نیست داش. کی بود ویدیو میگرفت با اونتادور؟ اینجا شهر منه. ای که دستش گرفت. اونتادور رنتی ساعتی ما یه ویدیو باش گرفت. دمتون گرم آقا، مرسی که این ویدیو دیدید. فراموش نکنید چالنجی، هر چالشی دارید این پایین بریزید. همین الان داخل چهره فرشادم یه ویدیو دیگه همین الان آپلود شده. بروسیه زمانت رو بشناس. دمتون گرم، میبینم تو تا بعد. بلار بابای I appreciate and love all of you, and I believe in you all. Do not let your depression make you. Do not let your body.